سلام دوستان، محمد هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از زیبارویان قبل از انقلاب به زندگی جمیله شیخی، بازیگر فقید سینمای ایران میپردازیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارشو بزنید. جمیله شیخی زاده 9 اردیبهشت 1309 در زنجان و در گذشته 2 خرداد 1380 در تهران هنرپیشه ایرانی بود. او دکترای افتخاری تئاتر داشت. وی مادر آتیلا پسیانی بازیگره. شیخی از کودکی به تشویق پدر و مادرش که خانواده ای فرهنگ دوست بودن در نمایش های مدرسه بازی می کرد و در دبیرستان به شرکت در جلسات انجمن ادبی و اجرای نمایش می پرداخت. بعد از اون نزد استادان تئاتر به آموختن و تمرین تئاتر مشغول شد و به استخدام رسمی اداره تئاتر در اومد. کاغذ بی خط، همسر دلخواه من، عینک دودی، بلوغ، لیلا و ماه و خورشید از جمله فیلم‌های معروف او در عرصه سینما بودند. از معروف‌ترین نمایش‌هایی که جمیله شیخی بازی کرد، می‌تونیم به ملاقات با بانوی سالخورده حمید سمندریان، از پشت شیشه‌های اکبر رادی و بن‌بست علی نصیریان اشاره کنیم. در بیوگرافی جمیله شیخی اومده که جمیله شیخی از گذشته با عشق به تئاتر شروع میکنه. عشقی که سبب شد از 2 سال تعلیم آواز و اپرا چشم بپوشونه. آخرین آموزگار آوازش اون زمان تازه از فرانسه اومده بود و به او گفته بود انتخاب کن، با یک دست نمیشه 2 هندونه برداشت. و جمیله شیخی هم انتخابش رو انجام داد و گفت من هم به گروه شاهین سرکیسیان پیوستم که دوست نزدیک صادق هدایت بود و در اونجا با جعفر والی، پرویز بهرام، مرحوم بیژن مفید، علی نصیریان و فهیم راستکار آشنا شدم. مدتی کار کردم اما متاسفانه نمایشنامه های شاهین سرکیسیان توقیف شد و به صحنه نرفت. در همون موقع دیویدسون که دکترای تئاتر آمریکا رو داشت به ایران اومد و کلاس‌هایی در انجمن ایران و آمریکا برگزار کرد. 4 ماه در اونجا تمرین کردم. ولی دیویدسون به زودی بازگشت و دکتر مهدی فروغ که رئیس دانشکده هنرهای دراماتیک بود، تمام شاگردان سرکیسیان رو به تعلیم تئاتر واداشت که دوره بسیار پربار و مفیدی بود. دختر جوان و علاقمند به تمرینات همچنان ادامه داد و در سال 1335 ازدواج کرد و در سال 1336 با نمایشنامه پدر برای اولین بار در صحنه حاضر شد. او شب اولین اجرا رو هنوز به یاد داشت و گفت بسیار مضطرب بودم و زانوهام میلرزید و نمیتونستم بایستم، اما بعد از اینکه چند جمله گفتم به خودم مسلط شدم. بعد از مدتی همسر جمیله شیخی که پشتیبان همیشگی کارهاش بود فوت کرد و او با آتیلا پسیانی تنها موند و تلویزیون رو برای ادامه کار هنریش انتخاب کرد و هفته 1 نمایشنامه رو به صورت زنده اجرا می کرد. او گفته یک جور ترس و دلهوره داشتم. هر اتفاقی که می افتاد تماشاگر شاهد اون بود و اگر اشکالی در بازی به وجود می اومد به هیچ وجه قابل اصلاح نبود. حتی یک بار دکور درخت در حین بازی به زمین افتاد و همه هول شده بودن، اما دوربین بلافاصله صحنه دیگری رو گرفت و در این فرصت دوباره دکور رو درست کردن. جمیله شیخی همزمان با کار در تلویزیون در تئاترهای مختلف نیز برنامه اجرا کرد و با کارگردانهایی چون حمید سمندریان، علی نصیریان، عزت الله انتظامی، داوود رشیدی، رکن‌الدین خسروی، عباس مغفوریان و جعفر والی همکاری کرد. ایشون میگه اولین کار تلویزیونیم نمایشنامه‌ای بود به نام مادر به کارگردانی حمید سمندریان. در اون زمان 29 سال داشتم و اکثر خانم‌ها دوست داشتن نقش جوان‌ها رو بازی کنن، ولی برای من جوان و پیر اهمیتی نداشت و با کمال میل این نقش رو پذیرفتم. این بازیگر نقش کوچک و بزرگ براش تفاوتی نداشت و گفت دکتر مهدی فروغ ما رو طوری تعلیم داده بود که به نقش کوچک و بزرگ اهمیتی نمیدادیم. نقش کوچک هم مال هنرپیشه است، ولی متاسفانه به محض اینکه یک نقش کوچک به بازیگران پیشنهاد میشد قبول نمیکردن. من هیچ وقت با بازی در نقش کوچیک نشدم.
اون وقتها برای بازی در هر نمایشنامه تلویزیونی 250 تومان دستمزد می‌گرفتم. یک بار علی نصیریان پیشنهاد یک نقش کوچک به عنوان خدمتکار منزل به من کرد و گفت این خدمتکار یک بار فنجون‌های قهوه رو میاره و یک بار هم می‌بره. قبول می‌کنی یا نه؟ گفتم با کمال میل. من برای اینکه کمک او باشم پذیرفتم و نصیریان هم لطف کرد و همون 250 تومان رو به من پرداخت کرد. جمیله شیخی دو نمایش تلویزیونی هم کارگردانی کرده که قلب سرگشته در سال 1343 و محکوم به اعدام در سال 1350 بود. او معتقد بود هر کس باید سر جای خودش باشه، کار نباید مقطعی باشه. یک هنرپیشه خوب چرا نباید یک هنرپیشه خوب باقی بمونه؟ متاسفانه کم هستن هنرمندانی که جای خودشون رو پیدا کرده باشن. من بازیگرم نه کارگردان. جمیل شیخی پس از سالها کار در صحنه تئاتر در سال 1354 با فیلم خانه خراب وارد سینما شد. ایشون میگه طنز و نقش متفاوت این فیلم توجه منو جلب کرد. قبل از اون هم پیشنهاداتی از سوی ایرج قادری برای بازی در بیقرار و توسط مسعود کیمیایی برای ایفای نقش در بلوچ و خاک شده بود که به علت همزمانی با کارهای تئاتر اون رو نپذیرفتم. معیارم برای پذیرفتن یک نقش علاقه به اون شخصیت و حس اونه و من در تمام نقش هام اعم از کوچک و بزرگ یا مثبت و منفی صداقت و صمیمیت داشتم. جمیل شیخی بعد از انقلاب در سال 1359 در نمایشنامه فیزیک دانها با اجرای رضا کرم رضایی بازی کرد و در چند سریال از جمله پاییز صحرا مقابل دوربین رفت. ایشون میگه من نقشای مثبت زیادی بازی کردم ولی نمیدونم چرا همه منو بیشتر به خاطر نقشای منفی میشناسن. شاید نقش منفی بیشتر در ذهن مردم باقی میمونه. این موضوع مهم نیست. او درباره نقشایی که دوست داره بازی کنه گفته بود من تمام نقشایی که بازی کردم دوست داشتم اما دوست دارم نقش یک معلول رو بازی کنم. آخرین فیلم جمیل شیخی تا سال 71 مسافران ساخته بهرام بیضاییه که در یک نقش مثبت ظاهر شده و بسیار از اون راضیه و میگه مگه میشه با بهرام بیضایی کار کرد و راضی نبود؟ این اولین تجربه مشترک ماست. این بازیگر همچنین گفته بود سینماگران جوان رو باید حمایت کرد و از کار با کارگردانهای زن بسیار لذت میبرم. فعالیت‌های اجتماعی زنان باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره و باید شخصیت زن در نقش‌های مثبت‌تر و مهمتر اجتماعی و شغلی نیز مطرح بشه. چه اشکالی داره که مشکلات و مسائل زنان از طریق سینما بازگو بشه؟ جمیل شیخی در پنجم خرداد ماه 1380 درگذشت و تا آخرین روزهای زندگیش فعالیت هنری داشت. او در پایان یک مصاحبه گفته بود تا روزی که زنده باشم به کار تلویزیون و تئاتر و سینما ادامه خواهم داد. سینما جذابیت بسیاری برام داره ولی عشق اول من تئاتره. روحش شاد و یادش گرامی باد. دوستان عزیز مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.